بوتن آدمی را بر هیچ نقشه‌ای نشانی نیست. بوتن آدمی تنها در قلب کسانی است که دوستش می‌دارد. در این 22 سالی که گذشت از عمر تبعیدم، چنان غرق وطن بودم که غربت را نفهمیدم. هر چقدر هم فعالیت سیاسی، حقوق بشری، هر چیز دیگه داشته باشید نوشتن، در این حال همیشه اون نوستالژی با شماست. عبدنه حسرت به جایی که میخوای باشی و اونجا نتونستن. غربت کجاست؟ غریب کیه؟ همیشه فکر میکردم یه موضوع صحبته، یه حرف واسه گفتن، ولی حالا میفهمم که اینطور نیست. ظاهراً غربت یه حسه، یه حس که نمیشه توصیفش کرد. وقتی که میرم فرودگاه، از جلوی اون غرفه ایرانیر که رد میشم، این شد نزدیکتن جو میگم اه از این دارون اگه من برم تو 5 ساعت دیگه تو مهرآبادم. میگن آره 2 سال اول سخته، بعد عادت میکنه. این عادت کردن دلیل این نمیشه که کاملا غربی بشی یا کاملا با اینجا عادت کنی، مجبور میشی. خیلی از جوانای ایرانی، نسل جدید ایرانی، اونا بیشترشون توی یه طبقه متوسط جامعه، سکولار جامعه بودن، که موقعی که میان اینجا میبینن که این میلشون به ساختن با شرایط فعلی اینجا خیلی بیشتره تا با حکومت فعلی توی کشور خودشون. به خاطر همین خیلی اینجا راحت‌تر خودشون رو تطبیق میدن، ولی باز اون حس توشون هستش که اوکی، حالا مثلا من همه این کارا رو دارم میکنم، همه این فعالیت‌ها رو دارم میکنم، درسامو میخونم، کارام میکنم، ولی آخرش چی؟ چقدر میخوام اینجا بمونم؟ تا چقدر میخوام کار کنم؟ بالاخره یه روزی که باید برگم. به خاطر من میگم هنوز چمدونه هممون بازه باز نیست. بازه دقیقاً. بازه باز نیست. چون نمیدونیم میخوام چیکار. یه جوره نمیدونم، هنوز بلا تکلیف موندیم. نه این جایی، نه اون جایی، این وسط موندیم، نمیدونیم باید چیکار بکنیم. خیلی حس بدیه این. اینجا شهر نیست. جنگل است، شورزار است، کویر است و مرداب است و بوی تعفن آن جهان را پر کرده است. باشد که این روزگار ننگین به سر آید، به کشورم بازگردم و در سایه زبان زیبای فارسی و در کنار انسانهایی که در این روزگار بی کسی، کس و کار یکدیگر بودن، برای ساختن ایران قدم بردارم. یاد ایران بخیر، یاد ایران بخیر، یاد ایران بخیر، خاک پر سلامتم، درد من بی‌کسی، خاک ایران چنین، ذره‌ای بی‌ثمر، در نهایتم. لحظه‌ای میاد سراغتون که با دلتنگی فرق میکنه. در بیمارستان انگلیس با بهترین تجهیزات زانوی شما رو میخوان عمل کنن. میدونین در همون لحظه که دارن میبرن شما رو تو اتاق عمل، چه غربتی میاد سراغتون؟ اون روز، روز 21 مارچ، روز عید نوروز ایرانیست. و اگر شما میخواستین عمل زانوتون به اون روز نندازین، نوبتتون 6 ماه عقب‌تر میفتاد. این غربته. خیلی از جوانان میگن که آره مثلا شما که اونورین حالتون رو میکنین فلان و اینا. من میگم درسته اون آزادی، اون جوونی رو که توی ایران باید باشه منم داشتم، منم نوجوان بودم، جوون بودم توی ایران و هستم و اینجا هم دارم جوونی میکنم، ولی باز برای ما هم سخت است. باور کنم بدم برای ما هم سخته که همه چی رو از دور میبینیم، باسمون سخته. این حس رو تا شما تجربهش نکنید بهتون دست نمیده. یعنی خیلی تئوریک خواهد بود، نه اینکه خودتون دائما با اون زندگی بکنید، با اون حس. یه چیز دیگه است. اون موقعی که نشستم گفتم بچه‌ها این نقشه جغرافیا است، بچه‌ها این گربه ایران ماست، اون موقع دلم خیلی تنگ شده بود. ما ها گریه‌مون رو کردیم، قصه‌مون رو خوردیم،
الان دلم تنگ شده، یه خبر تازه‌ای نیست که من بتونم به شما بدم. دوستان رفته بود ایران و اینو برای من آورده، یه گیاهی رو از ایران. خاک سیاسی هم از کجا آورده؟ ممکن از نیاوران چیزی؟ بولاده است دیگه، حالا که نمیتونم برم حالا خاکش رو دست میزنم. معلومه چرا اومدی، ولی باز هنوز این کشمکش رو دارم تو مغز خودم که من باید برگردم. تو یه اتفاق میفته من باید برگردم، بعد دوباره خودم پشیمون کنم، میگم نه الان وقتش نیست، یا الان هست یا الان نیست. من اشتباه نمیکنم؟ شما دارین عشق میریده. عشق، بازم عشق. واسه چیه این همه عشق؟ واسه برگشتن یا واسه اینکه غربت یعنی تازه مفهوم وطن؟ اصلا شو فکر نکردم که من برای همیشه اینجا میمونم، همش فکر کردم که حالا ببینیم چی میشه، شرایط چی میشه، یعنی قشنگ گذاشتم به عهده شرایط ببینم چی پیش میاد. مسئله این نیستش که من بخوام من به ایران برگردم، اصلا ممکنه من نخوام به ایران برگردم. مسئله من اینه که ایران به من برگردم. 70 سال این ولجا ماندم که از کف نرود، 1.70 متر بورم به خاک وطنم، بورم به خاک وطنم.